سلام، آموزش این بار ما در مورد مایوی ورزشی هستش، مایوی شنای خانم ها. اگه شما الگوی اولیه این مایو رو داشته باشید، میتونید در طرح‌ها و شکل‌های مختلف و رنگ‌های مختلف این مایو رو برای خودتون طراحی بکنید و اصلا کاری نداره، خیلی هم ساده است. اما دوستان، اگه عضو کانال یوتیوب هستین، میتونین با انتخاب گزینه سابسکرایب عضو کانال ما باشین و اولین نفری باشین با انتخاب زنگوله کنار سابسکرایب که آموزش بعدی ما را دریافت میکنه. الگوی مورد نیاز برای تهیه مایو، یک الگوی قسمت جلوی بالاتنه و یک الگوی قسمت پشت بالاتنه لازم داریم. بهتره که این الگوی ما پنس زیر بغل و زیر سینه را در قسمت جلو داشته باشه. در قسمت پشت ما از وسط پشت و خط پهلو در این مدل پنس گرفتیم، همچنین اینجا هم در خط پهلو پنس داریم. چون خواستیم مدل جلو مایو حالت عصایی داشته باشه، خط کارور جلو را در نظر گرفتیم. 1 سانتی متر پایین تر از خط کارور یا از روی همان خط کارور هلالی رو به نوک این پنس وصل کردیم و دوباره از انتهای پنس تا پایین الگو خط رو ادامه دادیم. حالا این قسمت رو ما قیچی می کنیم. 2 قسمت به دست میاد، همونطور که می بینیم اینجا. این قسمت وسط جلوی، اینم همون قسمتی که ما اینجا برش زدیم و اومدیم این پنس رو بستیم. وقتی که این پنس رو اینجا میبندی، پنس به اینجا منتقل میشه و روی این هلال پنس قرار میگیره که وقتی این دوتا هلال رو دوباره به هم دوخت میزنین، مثل اینه که این پنس رو بسته باشین و سینه در سر جای خودش به صورت مرتب و منظمی قرار میگیره و با این پنس، گرفتن این پنس باعث میشه که حالت مایو شیک و برازنده و زیبا باشه. اما در قسمت پشت، ما پشت رو ساده در نظر گرفتیم، ولی پنس وسط کمر و خط پهلو رو به خاطر اینکه میخوایم حالت مرتب و منظمی داشته باشه مایو گرفتیم. و بهتره برای مایو حلقه گردن یه مقدار گشادتر باشه، هم در جلو هم در پشت، و حلقه آستین هم یه مقدار تنگتر بشه. یعنی میتونید از حلقه عادی شما 1 تا 2 سان برین بالاتر و دوباره حلقه رو رسم بکنید، در هم در قسمت جلو و هم در قسمت پشت، که حلقه چون ما آستین نداریم، حلقه باید یه مقدار تنگتر باشه. اینجا که قسمت جلوی الگوی بود که برش زدیم به صورت عصایی، میایم روی این الگو این خط که خط وسط جلوی مایو هستش را میذاریم روی دولای بسته کاغذ که این شکلی میشه. وقتی که باز میکنین، رولیت میکنین، میشه این شکل، این حالت به دست میاد. حالا کمر رو مشخص میکنین که خودش مشخصه، چون پنس گرفتیم روی کمر. خط کمر رو اینجا یک خط بکشین، خط کمر رو مشخص بکنین. بعد که خط کمر رو مشخص کردین، از این نقطه روی کمر 16 سانتی متر بیاین پایین، علامت بزنین روی همین الگویی که دارین. بعد دوباره از این نقطه هم همین 16 سانتی متر میایین پایین و اینم علامت میزنین. حالا بعد از این که این کارو کردین، میایین از حلقه گردن، نقطه وسط حلقه گردن، مستقیم یک خط میکشین که اینجا نقطه وسط رو به دست بیارین، که از اینجا میشه همین قسمت نقطه وسط. دوباره به این یک خط مستقیم بکشین که اینجا این نقطه به دست بیاد. مد نظر ما این نقطه است. این نقطه که به دست اومد 2.5 سانتی متر به این طرف این نقطه، 2.5 سانتی متر به اون طرف این نقطه اضافه میکنین. بعد اینجا 18 سانتی متر میایین پایین، از اینجا هم 18 سانتی متر میایین پایین و به این حالت هلال این نقاط رو به هم دیگه وصل میکنین. دقت کنین هلال رو به داخل مایو هست، چون قسمت جلوه. بعد برای این قسمتی که برش زدیم، در اینجا اگه دقت کرده باشیم، ما اینجا یه برشی داشتیم روی قسمت جلو که حالت عصایی داشت. این همان برشه. رو این برش هم همین کار رو میکنیم. میاییم خط کمر رو مشخص میکنیم. از این نقطه در خط کمر، از اینجا 8 سانتی متر بیاییم پایین، علامت بزنیم. دوباره از خط کمر دوباره به اندازه
16 سانتی متر، یعنی همین 16 سانتی متری که اینجا بود، 16 سانتی متر هم از اینجا میای پایین، اینم علامت میزنیم. حالا این دوتا را به هم دیگه وصل میکنیم به طوری که هلال رو به داخل باشه، قسمت جلو به دست میاد. حالا دیگه خودتون میدونید که دیگه هم از این بروش برای این طرف بالاتنه جلو داریم. بعد اینم قسمت پشته. در قسمت پشت ما پنسه وسط پشت رو گرفتیم، پنسه خط پهلو رو هم گرفتیم. حالا خط کمر رو که مشخص بکنیم، این خط کمره از این نقطه تا اینجا 8 سانتی متر اومدیم پایین، دوباره همین 8 سانتی متری خط پهلوی قسمت جلو، به همین اندازه از اینجا هم از پشتم میان پایین علامت میزنیم. دوباره از وسط خط پشت به پایین حدود 30 سانتی متر بیاین پایین و اینم علامت بزنیم. حالا 2.5 سانتی متر داخل میشین، 2.5 سانتی متر داخل میشین و این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنیم. این بار هلالتون رو به بیرون باشه، چون اینجا ما باستن رو در نظر میگیریم که برجسته است و هلال باید رو به بیرون باشه، اما این قسمت روی ران قرار میگیره و باید رو به داخل باشه. حالا الگو کامل شد. نهایتا موقعی که الگو رو روی پارچه گذاشتیم این شکلی شد. این قسمت جلو مایو هستش، از اینجا تا اینجا فاق جلو، بعد از اینجا تا پایینم که از کمر تا فاقه. اینم برشیه که خورده از کمر تقریبا تا روی باسن کوچک پایین اومدیم، بعد وصل کردیم به فاق، به برشی که روی فاق میخوره. بعد این قسمتم که قسمت پشت مایو هستش، از اینجا تا اینجا که کمره، از کمر تا اینجا تقریبا تا روی باسن کوچک اومدیم و بعد از کمرم تا اینجا تا فاق و اینا رو به هم دیگه. حالا موقعی که میخوایم دوخت بزنیم این خط کامل به این خط دوخته میشه، به طور کامل دوخته میشه، خط پهلو به خط پهلو، این طرفم خط پهلو به این خط پهلو و این بروشم که به این قسمت بروش میره سر جای خودش، این بروش هم به این قسمت بروش میره سر جای خودش. حالا برای حلقه آستین و حلقه گردن یا میتونیم سجاف بذارید یا میتونیم نوار اولیب بدوزیم روش و یا تزئینی چیزی که میخواین روش قرار بدیم. اگه به این مایو دقت بکنین که کامل شده، این قسمت بروش عصایی بود که ما در قسمت جلو زدیم. ببینید بروش عصایی تا پایین اومده و اگه دقت کنین از کمر تا کامل روی باسن نیومدیم، تقریبا تا روی باسن کوچک اومدیم که این شد 8 سانتی متر از اینجا. بعد این قسمت هم دقت کنین، این بروشی که اینجاست با این بروشی که اینجاست، ببینید چقدر تفاوت داره. اینجا ما 16 سانتی متر تا 18 سانتی متر اینجا انتخاب کردیم که بیایم پایین و از این به بعدم دیگه فاقه. دقت کنین فاق جلو و پشت باید به هم دیگه دوخت بخورن. بعد کمر تو رفتگی داره چون پنس گرفتیم در این قسمت، حلقه آستین رو یه مقدار کوچکتر کردیم، اما در پشت قسمت باسن دقت کنین تو رفتگی کمرم در نظر گرفتیم، یعنی اینجا ما این قسمت وسط پشتم پنس گرفتیم، این تو رفتگی باسنم اینجا مشخص شد. بعد همونطور هم که متوجه شدین باسن برجستگی بیشتری داره، در نتیجه ما مجبور شدیم اگه این قسمت کمر باشه در نظر بگیریم فاق پشت رو یه مقدار بلندتر در نظر گرفتیم، تا اینجا شده فاق پشت در نظر گرفتیم، اما برای پشت دیگه ما عصایی نذاشتیم، همون برش ساده زدیم قسمت پشت رو و نهایتاً مایو این شکلی در میاد که در بروش حلقه گردن و حلقه آستین و رنگ بندی و یا حتی بروشی که روی مایه میخواین بزنی، این دیگه سلیقه‌ای، به سلیقه خودتون میتونین روش کار بکنین.